ورزش کنه. یعنی من هر وقت ارتفاعات شمال تهران رو چشمم میفته و میبینم و میبینم که در این منطقه ضلع شمالی تهران، یعنی از منتهای شرق تا منتهای غرب، شاید حدود 10 معبر وجود داره که مردم رو متصل میکنه به این سلسله کوههای هم با عظمت هم بسیار مصفا. و تأسف میخورم هر وقت میام کوه، گاهی که میبینم خلوته، تأسف میخورم که چرا جوانها و حتی غیر جوانها از این نعمت الهی، از این فرصت کمیاب استفاده نمیکنه. خود من از حدود عید نوروز که میشه کوهپیمایی رو شروع میکنم تا اواسط پاییز، یعنی وقتی که یخ میبنده و در کوهستان خطر لغزیدن هست که من دیگه بعد از اون نمیام. یعنی در واقع در هر سالی 4-5 ماه تعطیل میکنم من این رو، اما در اون 7-8 ماه دیگه که از تا اواسط پاییز که میام من کوه، بنام بر این است که هفته‌ای 3 مرتبه بیام کوه. البته خیلی اوقات پیش نمیاد که بتوانم هفته‌ای 3 بار بیام، هفته‌ای 2 بار میشه یا هفته‌ای 1 بار میشه، لکن کمتر از هفته‌ای 1 بار نمیشه. و البته حالا اینجا که ملاحظه میکنید اینجا راه طولانی است برای من، کلکچال یه مقداری زیاده، لذا که همیشه کلکچال نمیام، هر سالی 1 بار یا 2 بار اینجور راه های طولانی رو میام. و در غیر این 1 بار و 2 بار معمولا راه میفتم از یک طرفی، یکی از همین راه هایی که معمول هست و مردم میرن، یا بعضی راه های خلوتتر حدود 1 ساعت میرم بالا و برمیگردم. حالا شما ملاحظه کنید سن من رو، که این جوان هایی که در کوهستان راه میرن در حدود سنین 30 سال و 32 سال و تا به پایین، اینا همه به جای فرزندان من محسوب میشن. و وقتی که من با این سن و با این همه اشتغالات، برای من واقعا وقت گذاشتن برای ورزش یک مجاهدت که بتوانم از لابلای کارهای فراوان و متراکم وقتی برای ورزش باز کنم، با وجود این همه کار، با وجود بالا رفتن سن و انحطاط مزاجی، من مقیدم که بیام کوهستان. شما ببینید که جوانها چه وظیفه ای دارن. این توصیه من اینه، اینی که میگید چه توصیه ای دارم، توصیه این است که جوانها نگاه کنند به من، و من وقتی میام گاهی در کوه میبینم حتی از من مسن‌تر هم کسانی هستن میان که با استحکام جسمانی و استقرار جسمانی حرکت میکنن و میان و قرص و محکم راه رو طی میکنن. من لذت میبرم واقعا. حالا البته این رو تأکید کنم من که ما که میگیم جوانها، معناش این نیست که ورزش مخصوص جوانهاست. نه، ورزش برای جوانها هم لازمه، برای مسنترها هم لازمه، بلکه میشود گفت که برای جوانها لازمه، برای مسنها واجب مؤکده. توجه کردی؟ چون اگر چنانچه کسانی که پا به سن گذاشتن ورزش نکنند، پیری زودرس به سراغ اونها خواهد آمد و قطعا دچار عوارض پیری خواهم شد و از کار می افتن. چرا کسی که می توانه کار بکنه، می توانه تلاش بکنه و عمر کار خود رو 10 سال 20 سال با ورزش بر حسب روال طبیعی استمرار ببخشه، چرا این کار رو نکنه؟ من حرفم اینه، لذات که من توصیه می کنم که ورزش بکنند هم جوان ها هم پیرها،
هم میانسالها، هم مردها، هم زنها، و زنها هم باید ورزش بکنن. گاهی من در همین راه کلکچال که از پایین میام بالا یا به عکس میرم پایین، میبینم خانومهایی رو که با چادر مشکی این راه رو طی میکنند، با اینکه قسمتی از این راه خیلی ناهمواره، یا به قول ما مشهدی ها قلبه، در این حال این راه ناهموار رو تحمل میکنن خانوم ها و با چادر مشکی میان اینها. حالا خب این همت دیگه، من خیلی تحسین میکنم اینجور زنها را و همچنین اون افراد مسن را که این راه های طولانی رو به خصوص طی میکنند و میان. بنابراین توصیه ما این است به همه مردم که ورزش کنند، و در میان ورزش ها ما توصیه ورزش خاصی رو نمی کنیم. هر کسی هر ورزشی رو که دوست می‌داره و با وضع او و طبیعت او و امکانات او فراهم هست ازش استفاده کنه، منتها بی‌خرج‌ترین ورزش ها کوهنوردی است. اونی که ما امتحان کردیم هیچ خرجی نداره، حتی یک توپ کوچیک هم لازم نداره، آدم کفشش پاش میکنه و میزنه به کوه و راه میره و ورزش میکنه و از این هوای خوب و مناظر طبیعی استفاده میکنه. توصیه میکنم که حتما ورزش را فراموش نکنید. شما آقایون هم که زحمت کشیدید این راه طولانی رو تشریف آوردید اینجا، اگرچه توفیق جبری بود که ورزش بکنید، اما من در این حال تشکر میکنم از شما و آقایون فیلمبردار و اینها همه تون. موفق باشید. امیدواریم که خداوند توفیق بده که بتونیم عامل به توصیه‌های حضرت عالی باشیم و از اینکه اجازه دادن خدمتتون باشیم بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله موفق و معید باشید.